وقتی که با مادر نانسی بیرون میرفتی، ماه اینطوری کامل بود توی آسمون و مهتاب میدرخشید. سلام، به کانال بوکتیوبر خوش اومدید. وحید سجدی فرام با یه ویدیو دیگه همراهتونم. موضوع ویدیو امروز داستان کوتاه یک شب عاشقانه اثر گابریل گارسیا مارکز مشهور هستش. گابریل گارسیا مارکز سال 1927 توی یه دهکده تو شمال کولومبیا به دنیا میاد. خانواده اون رو ترغیب میکنن تا تو رشته حقوق شروع به تحصیل بکنه. اما علاقه اصلی مارکز همیشه ادبیات و همینطور نویسندگی بوده. این قصه برای ما آشناست. خیلی وقتا خانواده ها تلاش میکنن تا علایق و سلایق خودشون رو به فرزندانشون تحمیل کنن. اما خب شکوفایی فرزندانشون توی مسیر دیگه‌ای قرار داره. خود مارکز اشاره میکنه که شخصیت پدر بزرگش تو دوران کودکیش به شدت بر اون تاثیر گذاشته. پدر بزرگ مارکز کسی بوده که توی جنگای داخلی کولومبیا فعال بوده. به یک شخصیت ویژه و خاصی برای مارکز داشته. با اون میگه که خیلی روی دیدگاه سیاسیش هم این فرد تاثیر گذاشته. تو نیمه دهه 1940 مارکز شروع میکنه به کار کردن به عنوان یک روزنامه نگار. توی همین سالا بوده که او یک سری داستانهای کوتاه رو مینویسه. خیلیا گابریل گارسیا مارکز رو پدیدآورنده سبک رئالیسم جادویی میدونن. سبک رئالیسم جادویی سبکی هستش که تمام عناصر تو این سبک حقیقی هستن و طبیعی به نظر میان، اما یک عنصر هستش که حالت جادویی داره و غیر طبیعیه. سال 1965 بودش که مارکز شروع میکنه به نوشتن رمان مشهورش 100 سال تنهایی و این رمان رو در سال 1967 به پایان میرسونه. 15 سال بعدش یعنی سال 1982 مارکز جایزه نوبل ادبیات رو برای این رمان مشهورش برنده میشه. مارکز بعد از درگیریش با دولت کولومبیا مجبور میشه که به مکزیک مهاجرت کنه و او تو کولومبیا تحت تعقیب قرار میگیره. او سال 2012 به بیماری فراموشی یا همون دمانس دچار میشه و دو سال بعدش یعنی سال 2014 از دنیا میره. قصه درباره احساس عشاق به نور مهتاب شروع میشه. اشاره میشه که جوانها بلخص خانمها نور مهتاب رو خیلی رمانتیک میبینه، ولی مهتاب برای مردهایی که مخصوصا پا به سن گذاشتن مانند ترلی یکی از شخصیت‌های داستان جذابیت خودش رو از دست داده و احساس خاصی رو تو اونا برنمی‌انگیزه. ترلی اون شب پشت پنجره داشته به بیرون نگاه میکرده و منتظر دخترش نانسی بوده. ترلی یک مرد خوشقیافه، نسبتاً درشت اندام و جذاب هستش و اون شب منتظر دخترش بود. ترلی به شغل نگهبانی مشغول هستش. همسر اون میلی برخلاف ترلی اصلاً نگران نیستش و روی تخت دراز کشیده و این کمی ترلی رو عصبانی میکنه. میلی یک زن جذاب و زیبا هستش که دیگه پا به سن گذاشته و این جذابیت رو الان میشه توی دخترش نانسی دید. میلی یکی از جذابترین دختران زمان خودش بوده. ترلی میگه که دوست نانسی قرار بود دو ساعت پیش اون رو برسونه به خونه، اما هیچ خبری ازشون نیستش. نکنه یه وقت ماشینشون توی چاله افتاده باشه و چپ کرده باشه. میلی کمی نگران میشه و ترلی ادامه میده: البته من به پلیس راه زنگ زدم و از اونا سوال کردم و اونا گفتن هنوز تصادفی نبوده که
گزارش بشه و این میلی رو کمی آروم میکنه و میلی میگه که خب این یک کامنت مثبت هستش، حتما اتفاقی براشون نیفتاده. تلی میگه خب این به این معنی نیستش که حتما تصادف نکرده باشن، هنوز تصادفی گزارش نشده، شاید تصادف کردن و اون گزارشش دیرتر میرسه به دست پلیس. میلی پیشنهاد میده که ما میتونیم زنگ بزنیم به خونه دوست پسر نانسی و از خانواده اونها پیگیر بشیم. ترلی میگه خب شاید این موقع شب اونا الان خواب باشن و مزاحمشون بشیم. و همسرش بهش پاسخ میده نه، امروز تو روزنامه نوشته بود که اونا یک مهمونی بزرگ رو دارن. اینجای داستان ما متوجه میشیم که خانواده دوست پسر نانسی باید یک خانواده مهمی باشن که روزنامه در رابطه اونها مطلب بنویسه. و همینطور تو اینجای داستان مخاطب میفهمه که در گذشته و قبل از ازدواج ترلی و میلی بین میلی و پدر دوست نانسی یک رابطه‌ای بوده، رابطه عاشقانه و رمانتیکی بوده، اما اونها بعدش تصمیم گرفتن که از هم جدا بشن و بعد از اون میلی با کسی دیگه‌ای که ترلی بوده ازدواج میکنه و لویز ریبنک هم که پدر دوست نانسی هستش با یک زن دیگه ازدواج میکنه. لویز ریبنک تو حیات خونه‌شون به تماشای مهتاب نشسته بوده و همسرش ناتالی که یک زنی لاغرندام و زیبا هستش مشغول استراحت توی خونه بود که تلفنشون دوبار زنگ میخوره و قطع میشه. ناتالی بیدار میشه از خواب و به سمت لوئیس میاد و از لوئیس میپرسه به نظرت امشب به مهمونا خوش گذشت؟ لوئیس میگه نمیدونم، مطمئنم که اونا هم نمیدونن که بهشون خوش گذشت یا نه. ناتالی سراغ پسر چارلی رو میگیره و میپرسه که اون برگشته خونه و لوئیس ریبنک بازم جواب میده نمیدونم، خبر ندارم. دوباره تلفنشون زنگ میخوره و ناتالی این بار جواب میده. ترلی اون برای خط سراغ نانسی و چارلی رو میگیره ازشون و ناتالی متوجه میشه که چارلی با نانسی بیرون رفته بوده و قرار بوده که زودتر از اینها برگردن و نانسی رو برسونه. اینجا لوئیس میره طبقه بالا و شروع میکنه خودش با تلفن صحبت کردن با ترلی. ترلی پشت تلفن میگه که من از نگهبانای پارکینگ شرکت شما هستم، شاید منو به چهره بشناسین. و لوئیس هم به دروغ میگه من شما رو هم به چهره و هم به اسم میشناسم. اما لوئیس تنها چهره میلی زیبا رو به یاد می آورده که باهاش یه زمانی رابطه داشته. بعد که تلفن قطع میشه ناتالی با کنایه به لوئیس میگه که وقتی که با مادر نانسی بیرون میرفتی ماه اینطوری کامل بود توی آسمون و مهتاب میدرخشید. لوئیس هم جواب میده که باید 20 سال پیش رو چک کنیم و ببینیم که آیا ماه کامل بوده یا نه. بعد ناتالی ازش میپرسه که یادته که شب عروسیمون ماه کامل بود یا نه؟ ولی لوئیس هیچ جوابی برای این سوال نداره و خود ناتالی میگه که نه، هلال اول ماه بود تو شب عروسیمون. اینجا لوئیس حتی توی ذهنش ماحصلش رو با ناتالی به یاد نمیاره و این برای خودش هم سوال شده بود. اون طرف قصه میلی به ترلی میگه که فقط برای چند لحظه بود که توی زمین گلف زیر نور مهتاب حس کردم که لوئیس رو دوست دارم، ولی بعد از اون دیگه هیچ وقت این احساس رو به لوئیس نداشتم و متوجه شدم لوئیس کسی نیستش که میتونه عاشق من بشه و من عاشق اون بشم. میلی میگه که نفر بعدی که توی زندگیم اومد به خوبی به من نشون داد که عشق یعنی چی و اون کسی نبود جز تو ترلی. و اینجا تو این خونه همه چی به خوبی و خوشی پیش میره. اما توی خونه ریبنک قضیه متفاوت بودش. اشکای ناتالی نشون میداد که اون دیگه هیچ علاقه‌ای
به ادامه رابطهش با لوئیز نداره و لوئیز شروع میکنه به حرف زدن با ناتالی. میگه من پولدارترین پسر شهر و میلی زیباترین دختر شهر وارد یک رابطه شدیم، اما من هیچ وقت اون رو دوست نداشتم و من دوست داشتن رو با تو احساس کردم و تنها زنی که توی زندگیم دوست داشتم تو بودی ناتالی. و ناتالی قانع میشه و اینجا قضیه هم به خوبی پیش میره. همین موقع بوده که تلفن هر دو خونه زنگ میخوره و خبر میاد که نانسی و چارلی حالشون خوبه و اونها تصمیم گرفتن که با هم دیگه ازدواج کنن. این داستان کوتاه مارکز یک پایان خوش داره. رمان‌های مارکز کمی خوندنشون سخت هستش و ثقیل هستن این رمان‌ها، اما داستان کوتاه‌های مارکز به شدت روون و ساده هستن و خوندن اونا راحت. البته پیشنهاد میکنم حتما رمان 100 سال تنهایی مارکز رو هم بخونید. واقعا ارزش زمان گذاشتن رو داره این رمان. رمانی بی‌نظیر هستش. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه و اگه این ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک کنین و کانال رو سابسکرایب کنین. منتظر نظراتتون توی کامنت ها هستم. ممنونم که با من بودید.